بسم الله الرحمن الرحيم. اي قصه امروز ما شما درباره یک جوانی که به رقاصه سجده میکنه، فهمیدی؟ یک جوان است که به رقاصه چی میکنه؟ یک کس میگه که یک جوان دیدم از جوانای کشورهای عربی بود، میگه جوان دیدم که خوب ریش کلان داره، ریش خوبش داره و لباس های سفید در جانش است، و دیدم که در یک دارالایتام برای یتیما چی میکنه، خدمت میکنه. یکی در دارالایتام برای یتیما خدمت میکنه، یک وقت میگه من رفتم از پیش ازی پرسان کنم که تو جوان هم هستی و خوب پیسه دار هم هست و موتر لکس هم دارن، میگه برای یتیمک ها در این پایایشان بوتار جور میکنه و نان برشان میتیارین. خب خلاصه جوان پرسان میکنه خود توی قدر جوان هستی، توی قدر هستی، خدمت از یاره میکنی چیگه. بعد بازو برش میگه، میگه که حالا ما دو تا رفیقا بودیم، میگه دو تا رفیقا بودیم، میگه دوی ما همی خوب پیسه دار، دیگر دوی ما میلیونر هستیم، پدر از جام بسیار پیسه دار است، پدر ما بسیار پیسه دار است، میگه به حساب از این پیسه داری و ترا زیاد، میگه ما چی کردیم؟ دیگه هم تو در تلویزیون هم تو هر چینل ها را سایل میکنیم، در سایل کو در سایل کو. میگه یک وقت در بانکاک در تایلند، میگه در اینچه یک رقاصه است، یک دختر است، یک خاندان میکنه و میرخصه، این دیگه میگه بسیار خوش قواره هست، میگه خوش ما آمده عاشق ازی شدیم. خب بالاخره میگه ما دیگه چون پیسه زیاد داشتیم فورا تکت میکت آماده کردیم که میریم در کنسرت از این خود ما اشتراک میکنیم. میگردیم ما از امیج حرکت کردیم و در تیاره سوار شدیم، راه اصلا رفتیم دمی بانکاک. اینجا که رسیدیم میگه دیگه چون ما دیگه سر از این دختر دیگه عاشق هستیم و بسیار دیگه خوش ما آمده، میگه ایج دیگه تال ندادیم، از امرای میدان هوایی هم آدرس از را گرفتیم و راستن در تکسی سوار شدیم، همونجا رفتیم در هتل. میگه که رفتیم در داخل هتل، میگه همه تردیم ها شیشتا بودیم که همی دیگه خاندن میکرد رقص میکرد، میگه همی رفیق من اوصله کده نتانست، فهمیدی؟ در همی جریان همی فهمیدی؟ باز بالاخره یا چیز شد، میگه میگه این میگه همی راستن رفتم دویده دویده دمی زیر پای زمی آرس همی چیز رقاصه سجده کرد. تکوس شهوت خطرناک بسیار انسان به حیوانیت میکشنه. میگه که سجده کرد، میگه من دیگه بسیار خجالت کشیدم از می اونجا قسم مردم هستن دیگه و تلس و تراس خاله کلگی سیل میکنه بیخی دیگه گپ هزی در افراد است. میگه که دمیجه رفت کمی سجده کرد، حالا من میگه خب لوده خب بخی دیگه اون لوده بخی دیگه، میگه این لوده دیگه نمید تو قرار چی داره افتاده دیگه اونجا میگه هیچ نمیخیزه. میگه بالاخره بسیار چیز شده، می وضعیت من خراب شد، میگه خراب شد، میگه از این جای خود خیستم و رفتم که می رفیق من از این پشت یخنش بگیرم که بخی لوده چی میکنی ما را پیشی، می کل مردم شرماندی. میگه که رفتم که از این پشت یخنش بگیرم کشش میکنم که میگه و پالو افتاد، همینجا جای به جایی روش قبض شده. وقتی که غضب الله یگان وقت نازل میشه، این است که انسان در عین معصیت خطرناک گیرش میکنه که الله حفظ بکنه، استغفر الله و اتوب الیه، دیگه ای چی میشه؟ میگه یک دفعه سعی میکنیم رنگ ازی بسیار خراب گشته، قواریش سعی کردم بخیم تو در این لحظه که سجده کرده غضب الله سرش نازل شده و روحش ملک الموت گرفته و میگه رنگش خراب گشته وضعیتش. میگه که ما دیگه که سونزی که سعیل کردیم وضعیت دیدم که آل غضب سر من نازل نشه چون ما هم رفیق ازی هستیم. میگه از همینجا بگریز دیگه می تا مید دوم در این پایان تا شدم از زینه تا شد تا شد بده و خدا انداختم و بالاخره میگه در این پایان در این کردام می پایانم کجا خاک هست که در این سر خاک خدا پرتم می روی به خاک توبه کده بودم. حال میگه اینجا خرابیشی هست که حالی کلش سمت هست هیچ حال خاکی هم نمیشه. خ
خب بالاخره میگه یک باغچه که میگه سر که بی طرفی تر دیمی رفتم میگم سر بیخم می درخ دیمی بین خاک میگم سر خودم خاک مالیدم سجده کردم توبه کردم یا الله بد کردم یا الله توبه کردم یا الله مرا در غضبت نگیر یا الله مرا در حسابت نگیر. وضعیت من بسیار خراب شد. میگه باز بعد از اون مرا که برای الله عهد کردم که یا الله مرا ببخش ما توبه کردیم دیگه مدامی طول عمر خود چی میکنم به غیر از کار دینم پیسه خودم مال خود زندگی خود کوشش به خاطر دین الله صرف میکنم و این میشه که مفهمی بود که باز ما چی نکردم دیگه بعد از دیگه میگه معصیت الله را نکردم حال دیگه آمده میشه دارالایتام جور کردیم پنج وقت نمازم به جماعت هست دیگه عبادت میکنم چیزی که کار خیر باشه و دین باشه که بفهم که این حکم الله هست به حکم الله تسلیم هستم و این خدمتی که طفلک های یتیم میکنم و هیچ اگر امیر میگم پروردگار متعال سبب شده که امی گناه های مرا ببخش دیگه بعض اوقاتی است که انسان بسیار غرق گناه میشه و میشه 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 تا بالاخره حد نهایی گناه میرسه و یک دفعه که توبه نمیکنه استغفار نمیکنه غضب الله نازل میشه یک دفعه این بطش ربک لشدید گرفتن الله که از زدن الله بسیار میگه سخت است بسیار سخت است که آدم بسیاری اوقات با این بیتوجهی به متیک چیز مبتلا میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.